به هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی، به باد و مسیر دهن کوز نیفتی. وی عاشقمو نگی که نگفتی. بنازم حسن خوش صدا سیلوم رو فقط چطوری سینا ایمانی هستم و امروز با قسمت نهم آموزش مقدماتی از صفر فتوشاپ خیلی خوش اومدین. اگر تا اینجای ویدیو قسمت های قبلی رو دیدین که دمتون گرم، اگر قسمت های قبلی رو ندیدین تنبلیم ببینین. خیلی صادقم. خلاصه خیلی خوش اومدین به این قسمت. همین اول کار بگیم بابا کلاهی زرد تو توی کامنت ها بنویسین زرد تو که انرژی همین اول کار اینطوری بفشاره بیرون. امروز میخوایم آخرین قسمت سلکت کردن سوژه ها رو با هم دیگه داشته باشیم. این قسمت دیگه بگم چی کار قرار انجام بدیم دیگه تمومه. انواع اقسام روش های موجود و ناموجود و زنده و مرده سلکت در فتوشاپ رو یاد گرفتیم. لایک سابسکرایب زنگوله بغل یادتون نره که فقط از همینا انرژی میتونم بگیرم و نمیدونین چقدر به من انرژی میده. چیزی نمونده تا 1000 تایی شدنمون، پس سابسکرایب کنین. اگر سابسکرایب کردین سابسکرایبتون رو چک کنین، زنگوله هم بزنین که سریعتر باخبر بشین چه ویدیوهایی میذارم وایدتون. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. خیلی خوب، امروز اومدیم با یه دونه کاپ، خارجی ها بهش میگن کاپ، ما میگیم فنجون شاید، که سه تا قلبم روش داره. میخوایم این فنجون رو انتخاب کنیم طبق چیزهایی که قدیم الایام یاد گرفتیم. بهترین چیز این بودش که این سلکت سابجکت رو اینطوری میذاریم انتخاب میکرد دیگه، درسته؟ کویک سلکشن رو میذاریم انتخاب میکرد. اما این که انتخاب میکنه، مسکش کنم بذارید از نزدیکی نگاه کنیم. میبینید اینجا اینجوری رند رند بیاین، این یکی که مثلا رفت رند رند شده، میبینید؟ به اون خوبی که میخوایم در نمیاد. کنترل زد میزنم و کنترل دی میام عقب. خب سینا باید چیکار کنیم؟ اینجا و ابزاری به اسم پن کار داریم. پن تول ابزاریه که خیلی ها باش مشکل دارن چون بلد نیستن باش کار کنن. کلن ابزار قلقیه و باید باش کار کنی، به مرور زمان تجربه کنی بتونی باش درست مثل آدم رفتار کنی. اما امروز من یه توضیح مختصری در موردش میدم، بعدن یه ویدیوی جداگونه هم در موردش میذارم که آقا چجوری با پن تول میتونید مشتی تر کار کنید. البته این رو بهتون بگم که همین الانش توی کانال، توی پیج اینستاگرام هم یه ویدیو خیلی مختصر و مفید کوچولو گذاشتم در مورد اینکه استاد ابزار پن شو و همونم ببینی، واقعا خیلی کمکت میکنه. بعدن یه ویدیو تکمیل تر توی یوتیوب میذارم. اولین کاری که میخوام اینجا انجام بدم اینه که ابزار پن رو برمیدارم. شورتکات ابزار پن پیه، میزنیم میاد. ابزار پن دو حالت داره، شیپ پث، یه دونه دیگه داره پیکسلز، ولی با اون کار نداریم، با شیپ هم کار نداریم، ما الان فقط با پث کار داریم، با تاک زبون گفته میشه. خب یک کلیک میکنم هر جای این لیوان که دوست داشتم، فقط لبش باشه. کلیک کردم یه پوینت بر من ایجاد میکنه. او ساچ واو، این چیه؟ این انکر پوینت. انکر پوینت به معنی اینه که شما اینجا با پن کلیک کردید. آها خب اوکی. خب ببینید شما انکر پوینت ها رو کجا باید بزنید؟ بعد از هر هلال، منحنی، نیم دایره، حالا هر چیزی که میخواید بگید رد میکنیم، یه دونه انکر پوینت باید ایجاد کنیم. مثلا اینجا یه کلیک میکنم انکر پوینت دیگه ایجاد میکنم. ها اینجا یه دونه هلال رد کردم دیگه. خب این هلال رو رد میکنم، میام اینجا یه دونه دیگه پوینت ایجاد میکنم. آها و اینو نمیتونیم بیاریم این پایین ایجاد کنیم، چرا میتونیم بیاریم؟ خب چیکار باید بکنیم؟ یه کنترل زد میتونم بزنم، یا اینکه دکمه کنترل رو نگه دارم یه کلیک کنم روی این پوینت و اینطوری
بکشنش بیارنش پایین. عجب عجب، خوب خوب داشتی میگفتی. ببینه ها کن، این ادامه دوباره ما یه دونه منحدی داریم دیگه، درسته یا نه؟ نخیر. دوباره اینجا کلیک میکنم. خب ببین این سینا، این کلیک هایی که داریم میکنی چی میشه؟ بذار بیم عقب از اینجا بهتون بگم، چون دو حالت شما میتونید با ابزار پن میتونید کار کنید. یک نوعش همین شکلی که الان دارم میگم، میخوام این سرمه رو فقط انتخاب کنم، یک کلیک دیگه اینجا میکنم، یک کلیک دیگه هم اینجا میکنم، منحنی ها رو بست. خب الان برای اینکه بخوام این رو درست کنم کافیه که یه راست کلیک کنم. اینجا یه ابزار وجود داره به اسم Convert Point Tool، این رو که بزنم بیام روی هر کدوم از این انکر پوینت ها کلیک کنم و بکشم، به این شکل هلال برای من درست میکنه. بعدش میتونم اینو به این صورت تنظیم کنم، دوباره اینجا هلال یک ناکنین میبینید هلال، اینو باز میارم این بالا. خب این الان هلالش خوب در نیومد، چیکار باید بکنم؟ یه کوچولو دکمه کنترل رو نگم دارم، کلیک میکنم روی این پوینت، میارمش این بالا، حالا اینجا رو تنظیم میکنم و حالا این پایین رو تنظیم میکنم. به این صورت الان دور تا دور این دایره رو، این دایره که نیست، بیزیه، این بیزی رو گرفتم به این صورت. خب یه خورده اینجوری میارمش اینجا و به این صورت. این الان چه به درد ما میخوره؟ ما نقطه سلکت میخواستیم سینا، اینی که انتخاب کردی دریوریه، چی انتخاب کردی؟ خب ببین نگاه کن، راست کلیک میکنم، پینتول رو میزنم و میام اینجا یه راست کلیک میکنم. اینجا گزینه ای داریم تحت عنوان Make Selection. Make Selection رو که میزنم باز میکنم، اینجا یه گزینه داره به اسم Feather. Feather Radius. Feather چه آشنا سینا، چود میگم آفرین. Feather همونی بودش که جلسه پیش توی ماسک داشتیم لبه ها رو محو میکرد. آره این دقیقا همونه. نگاه کنین این الان فدرش یکه، یعنی یک پیکسله. من اینو بذارمش مثلا روی 70 پیکسل، اوکی رو میزنم، میبینید منطقه سلکشن ایجاد کرد. آره خب این منطقه سلکشن. خب ماسک رو که فعال کنم میبینید چه محو لبه ها. کنترل زد میزنم، دوتا کنترل زد میام عقب، میک سلکشن رو میزنم، روی یک میذارم و اوکی رو میزنم. خب دوباره ایجاد شد، حالا ماسک رو میزنم. آو چه جالب، داستان اینطوری شد. بله خب دوباره میام عقب، دوباره اینجا راست کلیک میکنم و میک سلکشن رو میزنم. اینجا سینما یه تیک میبینم، تیک چیه؟ نوشته آنتی آلیاست. یعنی چی؟ ببین ما وقتی که داریم سلکت میکنیم گاهی اوقات، بعضی نقاط نگاه کنیم، الان دکمه آلت رو هم نگه دارم، این رو هم بهتون بگم رفقا، اگر دکمه آلت رو نگه دارین در لحظه ابزار کانورت پوینت براتون میاد و اینطوری میتونین جابجا کنید، دیگه نیازی نیستش که هر دقیقه و هر ساعت پاشین بریم و نکنه. اگر بیام اینجا یک نقطه تیزی برای من به وجود میاره. خب این نقاط تیز میتونن تو کل سلکت ما وجود داشته باشه. وقتی که من میام این رو روشن میکنم، اینجا که انتخاب میکنم این نقطه رو میبینید به این شکل میشه و یه مقداری از تیزی اون نقطه میگیره و گردش میکنه و حالا مثلا بذارید خاموشش کنم، شاید اینجا یه مقداری متوجه قضیه نشین، اما توی در واقع سلکت هایی که خیلی دقیق تر لبه ها رو میخواد نشون بده، خیلی اون قضیه کمکتون میکنه. این بیشتر روی در واقع رنج شدن لبه ها تأثیر گذاره و یه جورایی میشه گفتش که مثل اثمود توی مسکه. حالا امیدوارم که تا اینجا متوجه این قضیه شده باشین. اگر متوجه نشدید اصلا نگران نباشید، یک چیز غیر طبیعی نیست، شما تازه با این مفهوم آشنا شدین. در جلوتر باز هم در موردش توضیح میدیم، بیشتر براتون ملموس میشه. همین که همین اول کار یه چیزی ازش بدونین کافیه، جلوتر بیشتر در موردش توضیح میدیم و بیشتر میفهمیم چیه. خب سینا اینو من کنترل زد میذارم میام عقب. آیا همیشه باید اصلا اینا رو پاک میکنم؟ آیا همیشه با ابزار پن باید این شکلی کار کنیم؟ هی کانورت تول رو برداریم اینطوری کنیم؟ نه. چیکار کنیم پس؟ نه، اینجا کلیک میکنم درست. خب
این خطه چیه؟ تو اینجا کلیک نکرده. اینجا یه دونه در واقع چرخنده دارم. این چرخنده رو که باز کنم سه تا گزینه داره. اولین گزینه thickness یعنی میزان چاقی این پث رو به من نشون میده. اگر نیم بذارمش این خطه نازکتر میشه. اگر سه یا دو یا سه بذارم ضخامت خط بیشتر میشه و راحت‌تر میتونم ببینم. رنگش رو میتونم تغییر بدم چه رنگی باشه، بسته به محیط عکسم تغییرش میدم. یه وقتایی میبینید که مثلا محیط عکسم آبیه، خب میام یه رنگ دیگه میذارم، متضادش میذارم، میذارم مثلا قرمز، راحت‌تر ببینم دارم چیکار میکنم. یه تیکی اینجا وجود داره به اسم روبر بند، اینو که بزنم روشن کنم یه خط فرضی همیشه به من نشون میده و اگر خاموشش کنم به من نشون نمیده. بله، خب یه سری هم میگن که آقا ما اینجا رو باز کردیم نمیبینیم، چیکار باید بکنیم؟ من از قسمت ادیت پایین پریفرنسز و گزینه تکنولوژی پریوز رو میزنید باز میکنید. اینجا تیکش رو میتونید روشن کنید. بعضی اوقات با روشن کردن همین تیک درست میشه، عموماً درست کار میکنه، ولی خب بعضی اوقات هم میگم با روشن کردن این تیک درست میشه. ربطی نداره ها، این تیک یه تیک دیگه است، ولی گاهن نمیدونم چرا چنین اتفاقی پیش میاد. احتمال میدم به خاطر این باشه که از نرم افزار استفاده میکنیم. نمیخوام بلند بگم از چه نرم افزار استفاده میکنیم که یوتیوب بهم گیر بده. خب بریم سراغ ادامه. خب سینا اولین انکر پوینت اونو ایجاد کردیم. اینجا که اومدیم چیکار کنیم؟ میگن اینجا کلیک که کردی خب ول نکن. نه ول نمیکنم، حواست باشه. اوکی چیکار باید بکنم؟ ببین تو منحنیت سمت چپه. خب سریعتر بگو، من قول کردم. تو الان دست تو همینجور بکش بیار سمت راست. همینجور بکشم بیار سمت راست؟ آره منحنی سمت چپ ها، عیبی نداره. تو بکش بیار سمت راست. آره اوه چه جالب. یعنی زمانی که منحنی چپه من دستم بیارم راست. آره یعنی زمانی که منحنی راسته دستم بیارم چپ. دقیقا منحنی پایینه دستم ببرم بالا. آره دیگه مشخص اینطوریه. خب اینجا میام کلیک میکنم به این صورت میزنم، منحنی کجاست؟ بالاست. دستم کجا باید بیارم؟ پایین. کلیک کردم میکشم اوه میارم پایین. خب چه جالب، حرکت خوبی بود. خب سینا میخوام اینوری الان راه بیفتم بیام پایین. خب این چیزه داره بد نشون میده، میگه که اینطوری کج میاد. اصلا مشکل نداره، دکمه آلت رو نگه میداری یک کلیک میکنی روی این پوینته چی میشه؟ اینور پوینته شکسته میشه، از بین میره. دوباره از همین ور کلیک کن بکش، دوره منحنیت کجاست؟ بالاست. بیا بالا. تموم شد سینا. اوکی درست شد. این قسمت ها یه خورده مشکل داره. میتونم اینجا یه دونه کلیک کنم یه پوینت اضافه کنم، اینجا تیک اوتو اد اند لیت رو اضافه کنید، به همین صورت راحت میتونید اضافه کنید. کنترل رو نگه میدارم کلیک میکنم و اینطوری میارمش پایین. دوباره آلتو نگه میدارم اینجا رو میزون میکنم به این صورت. دوباره آلتو این ور نگه میدارم میتونم میزون کنم. دیگه انقدر روی پینتول دستتون بازه، هی میتونید جابجا کنید این قضیه رو. خب میام این پایین، اینجا یه منحنی رو رد میکنم، منحنی کجا؟ سمت چپه. میکشم میارمش این ور. ای والله خب اینجا دوباره چیز شد. آلتو نگه میدارم جمع میکنم میارم اینجا. چقدر راحت کار با پین، چقدر سختش کرده بودیم. میام اینجا دوباره یه کلیک میکنم یه خورده اینطوری میکشم چون اینجا یه منحنی دیده بودم. خب اینجوری جمع شده. آلتو نگه میدارم میذارم تو سر این انکر پوینت جمع میشه. دوباره این ور میکشم، منحنیم راست میارم چپ. باز اینجا پایینه، یه دونه میزنم تو سر انکر پوینت شکسته میشه، دوباره میارمش اینجا، یه کلیک میکنم که یک انحنایی هست ردش میکنم به این صورت. ای والا خب چیکار میکنم اینو؟ میام بالا اینجا یک کلیک میکنم فقط. خب اینجا پایینه، دوباره آلتو نگه میدارم جمعش میکنم. چه جالب. خب این آلتو یه خورده میتونم بیارمش عقب حتی به همین راحتی. یعنی چیز زیاد پیچیده ای نیست که خودتون اذیت کنید، صرفا با تمرین و تکرار میتونید این رو به دست بیارید. چجوری تمرین کنیم سینا؟ چجوری تکرار کنیم؟ اجسام مختلفی رو بردارید مثل همین لیوان، مثل هر چیز دیگه، و بیایید تمرین کنید به این صورت. خیلی راحت.
و انتخابش کنید. منم روز اول واقعا باور کنید با ابزار پین خیلی مشکل داشتم و نمیتونستم اصلا باش کنار بیام، تا حدی که میگفتم واو این ابزار من هیچ وقت یاد نمیگیرم و هیچ وقت نمیتونم باش کار کنم. ولی الان به حدی شده که پن 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 چیزی نیست که بابا، پن 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 دیگه، پن تمومه دیگه، پن 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 تو اولتو. من دیگه باش ایتالیایی صحبت میکردم. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما روم. الان یه راست کلیک میکنم، میک سلکشن رو میزنم، آنتی آلی سایت آلیاست میزنم و به این صورت درست میشه. حالا ابزار ماسک رو بزنم، به این صورت جدا میشه. او چه جالب سینه. خب این تیکه موندا تر زدی که آها، اینجا میخوام یک داستان دیگر براتون توضیح بدم. تمام این ابزار رو نگه دارین یه گوشه، اصلا کاری باش ندارم. این پایین دقیقاً این پایین پایین یه گزینه ای داریم به اسم کویک ماسک. کلیک کردم روش، چه اتفاقی افتاد؟ فعلا هیچ. ابزار براش رو برمی‌دارم، رنگم رو روی مشک تنظیم می‌کنم و میام اینجا براش می‌کشم به این صورت. خب این چیه؟ خب ببینید، ما الان اگر دقت کنید لایه‌مون رنگش قرمز شده. آره قرمز شده. خب این یعنی چی؟ یعنی گفتی منم کیف کردم، خیلی شاد شدیم، تاثیرگذار بود. یعنی چی؟ ببین نگاه کن، اینجایی که می‌بینی قرمز شده. آره خب دوباره میام روی این گزینه کلیک میکنم، چه اتفاقی افتاد؟ اه چی شد؟ اون قسمتی که براش زده بودیم آره دیگه سلکت نیست. یعنی چی؟ یعنی اون قسمت سلکت نشده، ما بقیه جا سلکت شده. جالب. دوره میشه اینو بزنی؟ بیا ای دوره براش شد. آره خب بیا الان ما مثلا این لیوانه رو تا یه جایی میتونیم انتخاب کنیم، نه؟ آره دیگه میتونیم با براشمون قشنگ انتخابش کنیم، یه جوره شبیه مسکه. آره ولی دیگه اصلا ماسک نمیکنه، فقط میایم در واقع برش میزنیم و منطقه سلکت ایجاد میکنیم. دقیقا همینه، اصلا اسم این ابزار کویک ماسکه، یعنی ماسک سری و در واقع ماسک هم ایجاد نکردیم. خب سینا یه سوالی بر من پیش اومد. چی؟ ببین تو اینجا برش میزنی، آره برشت رنگش مشکیه، خب چرا اینجا قرمز میشه؟ آو دسته اینجاست که شما یه دبل کلیک کنی روی این، اینجا یه پنجره برای شما باز میشه. این پنجره چیه؟ پنجره کویک ماسک. دو تا تنظیم اساسی داره، سه تا شاید اساسی بشه. اولیش چیه؟ میگه آقا این براشی که شما میکشید خب چه منطقه‌ای باشه؟ ماسک اریاز، یعنی منطقه‌ای باشه که آقا هیچ اتفاقی توش نیفته، ماسک بشه. Selected areas یعنی چی؟ منطقه که سلکت بشه، انتخاب بشه و جدا بشه. خب ما حالا میخواییم منطقه سلکت بشه، پس این رو میاریم روی تیکه Select areas. میگه آقا رنگی که میخوایی باید نشون داده بشه چیه؟ من گفتم قرمز. حالا شما این رنگ رو هر چیزی که دوستش روشی میتونیم بذاریم، مثلا میتونی گلبهی هم بذاری جواب میده، بس اون عکست میتونی تغییرش بدی. من گذاشتم قرمز که تو این عکس خوب میافتاد. Opacity‌ش رو میتونم کم و زیاد کنم که آقا چه مقداری باشه. چرا 60% گذاشتی سینا؟ چرا 100% نذاشتی؟ ببین 60% علاوه بر اینکه از 50% بیشتره و از 100% کمتره، پیش بسته غیب گفتم، این قابلیت رو به شما میده که خیلی پررنگ اون برشی که داریم میکشین رو ببینین، اما لایه زیرینش رو ببینین. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما متوجه میشین کجاهایی که براش کشیدین جز اون موطعی هست که دلتون میخواد سلکت بشه، کجاش نیست. اگر کاملا پررنگ باشه نمیبینین عملا زیرش رو. نگاه کنید من الان 100% پر میکنم، میام روی حالت براش، میبینید اصلا دیگه نمیبینم زیرش چه اتفاقی داره میفته. کنترل آی رو میزنم که برعکس شه، این تو رنگ بشه. نمیبینم زیرش چه اتفاقی داره میفته. پس طبیعتا من اینجا الان بخوام برش بزنم نمیتونم مرز دوتا رو انتخاب کنم. خب دبل کلیک میکنم، میام اینجا اپاسیتیش رو میذارم روی 60%، بالا اوکی رو میذارم، بالا ماسک رو میذارم. اینجا هم میبینم چه اتفاقی داره اون زیر میفته، هم میدونم کجاها رو برش زدم. اوه چه جالب، چه حرکت خوبی بود، چه زیبا و تاثیرگذار بود. آره اما یه چیز جالب تر که میخوام بهتون بگم چیه؟
کنترل دی رو میزنم این از بین میره. قدرت فتوشاپ رو اینجا میخوام کاملا بهتون نشون بدم. شما میتونید توی فتوشاپ همه ابزارهای سلکت رو با هم دیگه ترکیب کنید. یعنی چی؟ ببینید ما اینجا رو با پن انتخاب کرده بودیم، درسته؟ خب راست کلیک میکنم، میک سلکشن رو میذارم اینجا روی 1%، اوکی رو میذارم، تبدیل به منطقه انتخاب میشه. حالا میام روی این قسمت میزنم، اوه چه جالب، حالا چی کار انجام میدم؟ حالا میام با براش این قسمت رو به این صورت پاک میکنم. خب این چه پاک نمیشه سینا، برای اینکه براشت رنگش مشکی چیکار باید بکنم؟ اگر فتوشاپت از 2019 به بالاست، 2019 به بالاست، رنگش رو باید سفید کنی که این اتفاق بیفته. خب اگر فتوشاپ از 2019 به پایینه چیکار باید بکنم؟ دیگه اون موقع اصلا رنگ سفید و اینا جواب نمیده، تو باید بیای پاک کن برداری، این کار رو انجام بدی و پاک کنی. الان چون فتوشاپ در واقع 2021 این قضیه یه خورده متفاوته توی فتوشاپ 2021، روی پاک کن که باشیم رنگ ها برعکس میشه، اما روی 2019 به پایین حتما شما روی براش باشین، فرق نداره چه رنگی داشته باشین، براتون منطقه سلکت ایجاد میکنه، روی پاک کن برین اون منطقه رو پاک میکنه. این هم به این صورت. خب الان میایم اینجا رنگش رو سفید میکنیم با ابزار براش و میکشیم به این صورت. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما هر جایی که هاردنس براشتون کمتر باشه، او رفت دوباره رنگمو مشکی میکنم، قسمت رو برمیگردونم. هر جایی که هاردنس براشتون کمتر باشه عملا میتونین چیکار کنین؟ عملا میتونین فدر اون قسمت رو تغییر بدین. خب سینا از اینجا تا بالای خط صافه، آره من همیشه دستم میلرزه، میخوام نکنم اینطوری برم بالا میزنم اینطوری چپرچلاق میرم، راه حلی براش نداری. چرا؟ ببین نگاه کن، تو از اینجا این نقطه میخوای بیای این نقطه، درسته؟ آره. خب ببین تو یک کلیک میکنی نقطه که قرار شروع کنی ازش، خب دکمه شیفت و نگه دار بیا نقطه که میخوای تمامش کنی. آه چه جالب، خود فتوشاپ یه خط صاف میکشه میاد تا بالا. حالا دیگه کافی که این وسط رو ما فقط پاک کنیم و جای دیگه هیچ کاری نداریم که انجام بدیم و عملا اینجا رو ما پاک کنیم، میتونم بگم که فنجون رو به خوبی انتخاب کردیم. حالا جالبش چیه؟ جالبش اینه که این کویک ماسک با کلیه ابزارهای انتخاب فتوشاپ باز میتونه ترکیب بشه، حتی همین ابزار پن هم همین شکله، میتونه با ابزارهای دیگه ترکیب بشه و همینه که به ما خیلی دستی بازتر در انتخاب میده. مثلا میبینید اینجا الان سلکت نشده، این قسمت رو دوباره میتونم بیام او رنگش رو مشکی کنم، جبران کنم. الان روی فتوشاپ 2021 اگر دقت کنید روی پاکون هم که برم کار میکنه این قضیه، اما رنگ ها فقط برعکسن. ناکنید روی براش که هستم رنگم مشکی باشه بکشم منطقه ایجاد میشه، روی پاکون که میرم پاک میکنه، میبینید رنگم مشکی باشه، اما رنگم سفید کنم اضافه میکنه، ولی توی براش رنگ سفید اضافه نمیکنه، رنگ سفید کم میکنه. اینه قضیه این که گفتم برعکسه. اما توی فتوشاپ های ورژن قبل تر از 2019 کلا گفتم دیگه متفاوته قضیه. خب الان این فنجونه رو انتخاب کردیم به این صورت. این تیکه فکر کنم بدنه فنجون بود که ما ردش کردیم و رنگ کنم. به این صورت. خب حالا این رو روی کویک ماسک میزنم و حالا میام اینجا ماسکش میکنم و به این صورت ما تونستیم این فنجون رو جدا کنیم. حتی همینجا هم اگر حس کردیم باز اشتباه کردیم دوباره اینجا براش رو میزنیم، رنگمون رو سفید میکنیم و میتونیم برگردونیم قسمت هایی رو، یا قسمت هایی که اگر حس میکنیم اشتباهی شده داخلش حذف کنیم، مثلا اینطوری که اشتباه نشده بود اینجا. به این صورت میتونیم تمامی ابزارهای انتخاب رو با هم ترکیب کنیم. این بود آخرین قسمت ابزارهای انتخاب و دیگه الان شما هر سوژه‌ای ببینید باید بتونید انتخاب کنید دیگه. من نمیتونم و بلد نیستم و معمول بیار و اینا دیگه نداریم. از قسمت های بعدی ازتون میپرسم کجا رو انتخاب کردین. تا اینجا ویدیو اگر دیدین بنویسین انتخاب که منم مطمئن شدم که شما تا اینجا ویدیو دیدین. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک، سابسکرایب، زنگوله بغل یادتون نره که کلی انرژی میگیرم. این آخرین قسمت
سلکت بود. امیدوارم که لذت برده باشین، حال دلتون خوش باشه، هر جا هستین سلامت باشین، هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست. و ماسک بزنید، حتی اگر واکسن زدین فکر نکنین ایمنی کامل دارین که کرونا هنوز در کمینه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. یه نکته یادم رفته بود که بگم، اونایی که تا اینجای ویدیو دیدن الان دیگه میدونن لینک گروه تلگرام رو توی دیسکریپشن همیشه میذارم، برای اونایی که سوال براشون پیش میاد، مشکل براشون پیش میاد، نمیتونم من جواب بدم، خلاصه کامنت ها و دایرکت ها خیلی زیاده، ممکن نرسم جواب بدم، اما توی گروه تلگرام میتونین همه رفقا با هم دیگه در ارتباط بشین. هولوش 2500 نفر فکر کنم رفیق دور هم جمعیم، خودم هستم، برسم خودم جواب میدم، نرسم 2500 نفر یه نفر پیدا میشه که حداقل جواب شما رو بده، بهتون کمک کنه. همین دیگه، حرفی نمونده. بای. ای بابا رینگ لایت رو روشن نکرده بودی. خدا کندور بخورید.